بسم الله الرحمن الرحیم. روز همگی به خیر باشه، خسته نباشین. جلسه دیگه ای از بحث علوم اعصاب شناختی، متدولوژی مطالعات انسانی رو با هم دنبال خواهیم کرد. به طور خاص ما توی جلسات قبل راجع به تکنیکی به اسم FMRI صحبت کردیم و گفتیم که چطور بالاخره این تکنیک داره کار میکنه، اما این نکته کلیدی اینه که در مطالعات حوزه علوم شناختی چطور بتونیم اون فعالیت مغزی مد نظر رو توی مطالعات FMRI ایجاد بکنیم و بتونیم عکس مناسب بگیریم. اصطلاحاً میگن که چطور بتونیم اون سیگنال آف اینترستمون رو بتونیم از اون ناحیه مغزی مورد نظر کسب بکنیم. نکنید اصلا هدف چیه؟ ما قراره که تو تصویر برداری مغزی عمل کردی که به طور عمده ما با FMRI انجام بدیم، یعنی با فانکشنال MRI انجام میدیم، هدف اصلی اینه که ما بتونیم ببینیم که نواحی مختلف مغز چی کار دارن انجام میدن، درسته؟ یعنی نشون بدیم که تک تک نواحی مغز تو کدوم عمل کردهای خاص شناختی درگیرن و بعد در سطح فراتر کدوم شبکه ها، کدوم نتورک ها، کدوم نواحی تو یک شبکه‌ای با هم دارن تعامل میکنن در یک مسیر زمانی برای اینکه یک عملکرد خاص شناختی در داخل مغز ایجاد بشه. خب اما قضیه یک کم پیچیده است وقتی تو کار اجرایی ما وارد میشیم، یعنی وقتی میخوایم فر رو داخل دستگاه MRI بفرستیم و ببینیم که چه ناحیه‌ای از مغز در چه عمل کردی درگیره. قضیه به این سادگی نیست که بگیم مثلا خب برو داخل دستگاه MRI و خب حالا سعی کن حافظت رو فعال بکنی، سعی کن مثلا الان چطور حفظ بکنی، بعد که حفظ کرد ما بگیریم عکس از مغزش بگیریم و نشون بدیم منطقه حافظه کجان، یا مثلا الان سعی کن تصمیم گیری بکنی، تصمیم گیری سخت بکن، تصمیم گیری حالا ریسکی بکن، حالا تصمیم گیری های نمیدونم آنالیتیکال بکن و بعد بیایم بگیم خب حالا این نواحی روشن شد و بس این میشه مسیر آنالیتیکال دیسیژن میکینگ. قضیه یه مقداری از این پیچیده تره، یعنی از نظر متدولوژی، از نظر روش شناسی، با اینکه ما میتونیم سیگنال های عمل کردی مغز رو استخراج بکنیم با روش FMRI، اما اینکه چطور اون نواحی مغزی رو فعال بکنیم که اون سیگنال مد نظر از اون نواحی استخراج بشه به این سادگی اتفاق نمیفته. یعنی ظرافت هایی داره که من امروز به طور خاص میخوام راجع به این ظرافت ها صحبت بکنم. عنوان بحث خیلی وقتا توی حوزه روش شناسی بهش میگن تاسک دیزاین. ما چطور بیایم وظیفه ای رو ایجاد بکنیم برای فرد در داخل دستگاه MRI که اون وظیفه نواحی مد نظر ما رو فعال بکنه و با روشی که MRI داره ما بتونیم اون سیگنال مد نظر رو بتونیم استخراج بکنیم. این اون چیزیه که ما امروز به طور خاص میخوایم راجبش صحبت بکنیم. امروز مقدماتش رو میگم، جلسه آینده راجب جزئیات و یک کم حالتهای تکنیکال و ظرافتهای بیشتری صحبت خواهیم کرد. خب با هم جلو ببریم. اولین نکته اینه که شما بیاین فانکشن آف اینترستتون رو مشخص کنین. اصلا میخواین چه ناحیه، چه عمل کردی رو میخواین هدف قرار بدید. خب کدوم عمل کرده مغزی برای شما مد نظره؟ خب فکر کنید کدوم عمل کرده مغزی رو میخواین نقشش رو در بیارید. یه لحظه فکر کنید، خودتون انتخاب کنید فانکشن آف اینترست شما چیه. خب کدوم رو بیش، چه فانکشنی رو براتون ممکنه که جذاب باشه؟ مثلا فرض کنید که سنسوری پرسپشنه، میخواین مثلا ویژوال کاگنیشن رو، ویژوال پروسسینگ رو ببینید، مثلا میخواین بیان حوزه اودیتوری و حوزه سوماتیک رو، کلا ویژوال پروسسینگ رو میخواین ببینید که کجا تو مغز تو چه نتورکی انجام میشه، یا مثلا میخواین موتور اکشن، انواع موتور اکشن ها یا لنگویج. مثلا ما اینجا چند نفر داریم که تو حوزه لنگویج کار میکنن. خب اونایی که میخوان تو حوزه لنگویج کار بکنن ممکنه به طور خاص لنگویج مد نظرشون باشه. لنگویج هم خودش یک فانکشن خیلی ساده نیست، خودش کلی اجزای مختلف داره، ولی کلا میگن اون فانکشن اف اینترست ما لنگویج، میخوام ابعاد مختلف لنگویج رو، حالا مثلا سمانتیک پروسسینگ، نمیدونم ورد جنریشن، تمام اون فانکشن های مختلفی که توی حوزه لنگویج وجود داره یکی از اینها رو میخوایم مد نظر قرار بدیم. یا مثلا مموری رو میخوام پروسس کنیم، خود مموری دنیاست، ورکینگ مموری، نمیدونم انواع مموری های پروسیجرال، انواع مموری های دیکلراتیو، انواع مموری های لانگ ترم،
طبقه بندی های خود حوزه مموری هم خیلی متنوع، ممکنه اینها مد نظر اون باشه. یا فرض کنید اینفورمیشن پروسسینگ و نمیدونم حوزه های مثلا اکزیکیوتیو فانکشن یا منتال ایمیجری ممکنه به طور خاص مد نظر ما باشه، یا ایموشن، جادجمنت. طبیعتا شما قبل از اینکه بحث شروع کنین باید بگین که من فانکشن آف اینترستم، کاگنیتیو فانکشن آف اینترستم چیه، کدوم عمل کرده خاص شناختی برای من ارزشمنده، و من بعد به شما بگم که برای سنجش مدارهای مغزی دخیل در این عمل کرد با FMRI شما چطور میتونید شفرد رو در شرایطی در داخل دستگاه MRI قرار بدید که اون نواحی با بهترین وضعیت ممکن فعال بشه و شما بتونید سیگنال آف اینترستتون رو استخراج کنید. خب اولین نکته‌ای که تو مطالعه وجود داره اینه که بعد شما یه هایپوتز هم داشته باشید. یعنی سوالتون چیه؟ دنبال چی میگردید؟ بعضی بچه‌ها میگن کلاً می‌خوایم ببینیم که مثلا نواحی مموری روشن کنیم کلاً مموری تو مغز کجا اتفاق می‌افته. این خیلی سوال مثلا سال 1990 مثلا 5 اینا سوالای خوبی بوده. خب یعنی مثلا فرض کنید که توی مجله ساینس سال 98 اگه اشتباه نکنم مقاله چاپ می‌شده که به افراد گفتن که خب سعی کنید یه چیزی رو به ذهن بسپارید توی موقع دیگه به ذهن نسپارن، بعد کلن چه نواحی از مغز فعال میشه، یا عکسی هم حتی جلد مجله شده، یعنی انقدر اون زمان جالب بوده. ولی الان سال 2014 و سال 2014 دیگه اینا جذاب، یعنی دیگه این دیگه سوال نیست که کلن نواحی مموری روشن کنیم کلن کجای مغز مموری درگیره، این سوال نیست. ما دنبال سوالهای خیلی دقیق تر میگریم، دنبال هایپوتز های خیلی دقیق تر. خب یعنی حتی تو هایپوتز حدودا میدونیم که فکر میکنیم باید یه همچین اتفاقی بیفته. فکر کنید تو اون کاگنیتیو فانکشن آف اینترستتون سوالتون دقیقاً چیه، هایپوتزی که دارید چیه، تو مطالعه‌ای که می‌خوایم با FMRI انجام بدین دنبال چه هایپوتزی هستید. خب یه چیزی که خیلی مهمه اینه که ممکنه شما هیچ وقت قرار نباشه که مطالعه FMRI انجام بدید خودتون، ولی خیلی مهمه که یاد بگیرید اصلا وقتی کسی مطالعه FMRI انجام میده چطور انجام میده و طراحی میکنه، به خاطر اینکه شما که تو این حوزه کار میکنید حتما مطالعات زیادی خواهید خوند که با FMRI انجام شده، و خیلی مهمه که بتونید یه پیپر حوزه MRI قشنگ بخونید و بفهمید که اونا چطور دیزاین کردن، اونا کاگنیتیو فانکشن آف اینترستشون چی بوده، اونا چه تسکی رو طراحی کردن، چرا این تسک رو انتخاب کردن. خب پس خیلی خیلی این اهمیت داره که شما حداقل بعد از این دوره مهارت داشته باشین که پیپرهایی که با این نوع روش‌ها تولید شده وقتی می‌خونید بدونید دقیقاً تو اون لایه پشتی این پیپر چه اتفاقاتی افتاده. خب پس هایپوتز خیلی مهمه. مثال یه هایپوتز بکنید. اولا هایپوتز خب طبیعتاً ویژگی‌هایی باید داشته باشه، باید ساده باشه، تستبل باشه، چیزای شبیه. مثلا فرض کنید این هایپوتزه، مثلا هایپوتز اینه که 3 هفته درمان با یه چیزی به اسم برین فیکس، یه پروتکل درمانیه، خب این نول هایپوتزیسه چه نتونسته دراگ کیو ریسپانسیونس رو تو لفت دورس و لترال پرفرونتال کورتکس تو دراگ دیپندنت ها تغییر بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یه مداخله انجام دادیم، به طور خاص نظرمون هست که دورس و لترال پرفرونتال کورتکس یه ناحیه مهمیه تو مغز، که این ناحیه تو این عمل کرد تو این حوزه مهمه، ما میخوایم تغییرات عمل کرده این ناحیه رو در اثر اون مداخله در اونهایی که دراگ دیپندنت هستن بسنجیم، و نول هایپوتزیسمون اینه که این مداخله نمیتونه اون رو عوض کنه، که کاری که ما تو مطالعه قرار بکنیم اینه که بیایم نول هایپوتزیس رو چکار کنیم؟ رد کنیم. خب یعنی اگه ما نول هایپوتزیس رو رد کنیم این نشون میده که برین فیکس تونسته اکتیویتی دورس و لترال پرفرونتال کورتکس رو تغییر بده. خب البته ما ممکنه جهتگیری دو طرفه داشته باشیم، یعنی تغییرش مهم باشه، چه کم چه زیاد، ممکن نه هایپوتزمون دقیق‌تر یک جهته باشه، فقط دنبال این باشیم که آیا زیاد میکنه یا زیاد نمیکنه. خب پس به طور خاص توی این مطالعات الان یه هایپوتز وجود داره که هایپوتز طبیعتاً یه کاگنیتیو فانکشن آف اینترست داره، یک تارگت پاپولیشن داره تو کدوم گروه خاص، و در کنارش یک
عموما یک ریجیون آف اینترست هم وجود داره. ما تو کجا منتظر دنبال تغییر میگردیم؟ دیگه اکثر مطالعات هول برین رو نمیرن به چرخن، کل مغز کلن چه اتفاقی میفته این اونقدر الان ممکنه هدف نباشه. ما به طور خاص باید بدونیم دنبال چه سوالی هستیم، خب، و کدوم نواحی مد نظرمون. ما همین صبح با یک از بچه های پی‌اچ‌دی من جلسه داشتم، به طور خاص مثلا سوالمون این بود که طول دوره استفاده از مواد چقدر تأثیر میذاره روی کاگنیتیو فانکشن آف اینترستمون. دراگ کریوینگ بود، اینه که وقتی ولع اشتیاق به مواد پیدا میکنن، اکتیویتی مغز افراد در شرایطی که اشتیاق مصرف پیدا میکنند در نواحی ونترال استریاتوم مغز و دورسال استریاتوم، نسبت ونترال استریاتوم به دورسال استریاتوم تحت تأثیر طول دوره سابقه استفاده از مواد چقدر تغییر میکنه. و هایپوتز ما این بود که اونایی که زودتر تازه شروع کردن به استفاده از مواد اکتیویتی بیشتر ونترال استریاتومه، دورسال کمتره. اونهایی که طول دوره بیشتری استفاده کردن احتمالاً ماجرا اینجوریه که ونترال استریاتومشون کمتره و دورسال استریاتومشون بیشتره. این هایپوتز از کجا میاد؟ طبیعتاً کلی مطالعه و بحث و فکر رو، ولی یه سوال مشخص رو آدم دنبالش میگرده، خب، که مثلا در مثلا هسته های قاعده ی مغز در نواحی جلویی که میگن نواحی ونترال و نواحی دورسال که نواحی پشتی هستش چه تفاوتی ممکنه تو عمل کرد در این کاگنیتیو فانکشن آف اینترست باشه. خب پس خیلی مهمه که ما بتونیم یک عملکرد شناختی مد نظر، یک تارگت پاپولیشن گروه مد نظر، و بعد یک ناحیه مد نظر، یک شبکه مد نظر، یک ترکیبی از نواحی مد نظر رو دنبالش بگردیم. خب پس ما هایپوتز رو باید اول داشته باشیم. پله بعدی بعد از اینکه هایپوتز داشتیم اینه که مطالعه دو تا مرحله طراحی داره، طراحی اینجور آزمون های سنجش افمارای. یکی بهش میگن کانسپچوال دیزاین، یعنی به طور خاص کدوم این عملکرد شناختی، چطور ما میخوایم این عملکرد شناختی رو بسنجیم. خب کانسپچوال دیزاین یعنی اینکه اون کاگنیتیو پروسس آف اینترست رو چطور میتونیم بسنجیم. بیشتر دانش کاگنیتیو سایکولوژی ما کمک میکنه. کلا اصلا سوال اینه که مثلا فرض کنین که ولع به مواد رو در فضای کاگنیتیو سایکولوژی چطور میسنجن، چطور آزمونهاش چطور تو فضای کاگنیتیو سایکولوژی معنا پیدا میکنه. مثلا ما میایم تو فضای کاگنیتیو سایکولوژی یه سری عکس به افراد نشون میدیم، عکس مواد رو قبلش میسنجیم چقدر مواد دوست دارن، بعد از اینکه این عکس رو نشون دادیم دوباره میسنجیم. این یه روش سنجش مقدار ولع در فضای کاگنیتیو سایکولوژیه. خب یعنی آزمایشگاه کاگنیتیو سایکولوژی مثلا میگه یکی از روش‌های سنجش ولع اصطلاحاً کیو اکسپوژر، یعنی ما نشانه‌های مواد رو به افراد نشون بدیم قبل و بعد بسنجیم که چقدر ولع پیدا کردن. این یک پارادایم، یک شیوه، یک چارچوب برای سنجش ولع در مصرف کننده های مواد، و خب این یک دید کلی در مورد نوع آزمون ما میده. ولی لزوماً همین آزمونی که تو فضای کاگنیتیو سایکولوژی وجود داره قابل تبدیل کردن عیناً به فضای اف‌ام‌آرآی نیست. پله دوم بهش میگن متدولوژیکال دیزاین. میگن خب این آزمونی که تو کامپیوتر کاغذی مدادی با هر روشی تو آزمایشگاه روانشناسی استفاده میشد، این ابزار وقتی قرار بیاد در فضای اف‌ام‌آرآی باید تغییراتی بکنه که ما بتونیم اون سیگنال آف اینترست رو بگیریم. اون تغییرات چیه؟ به طور عمده بحث امروزمون روی نقطه است که ما متدولوژیکلی چطور یک آزمونی که در فضای آزمایشگاه روانشناسی وجود داره بیاریم به فضای آزمایشگاه تصویربرداری مغزی عمل کردی. مثلا دوستان ممکنه بگن ما توی آزمایشگاه لینگویستیکسمون بوستون نیمینگ تست داریم، خب یه سری کارت به افراد نشون میدیم میگیم اینا اسم این چیزا چیه. خب این اون چیزیه که تو فضای چیز وجود داره، تو فضای کاگنیتیو سایکولوژی وجود داره، و میگم مثلا به طور خاص این مثلا نمیدونم سمانتیک پروسسینگ رو میسنجه، کاگنیتیو فانکشن آف اینترست اون سمانتیک پروسسینگ، این در واقع
تصاویر رو به افراد نشون میدیم، افراد اسم نیمینگ میکنن یا نه میریم پیچیده‌تر، مثلا عکسای حیوانات به آدما نشون میدیم و بعد فرض صدای حیوانات رو در بیاره، مثلا وقتی سگ رو نشون میدیم بعد بگه واق واق، مثلا خروس، هر کدوم از این حیوانات رو صداهاشون در بیاره، یعنی بیاد یه سمانتیک پروسسینگ بکنه و بیاد ورد جنریشن بکنه برای اون در واقع مفهوم خاصی که تو اون فضای زبانی وجود داره. خب این آزمایشیه که ما در فضای آزمایشگاه روانشناسی انجام میدیم. آیا همینو میتونیم بریم تو امارای؟ نه. خب حالا چطور بعد اون آزمون فضای روانشناسی ببریم داخل دستگاه امارای و سیگنال مد نظر رو بگیریم؟ خب به طور خاص میخوام راجع به این صحبت کنیم. ببین میگم متدولوژیکال دیزاین برای طراحی یک مطالعه امارای، FMRI. خب چطور یک تسک امارای دیزاین بکنیم؟ خب خیلی مهمه که بدونیم چه ابزارهایی داریم و هر کم از این ابزارها رو قراره کی استفاده کنیم. خب این کارتون در واقع یه جوری داره همین مفهومو نشون میده، هر ابزاری یه جایی چیه در یک موقعیتی کاربرد داره، بستگی به اینکه موقعیت چی باشه شما میتونید از ابزارهای مختلف استفاده کنید. خب یکی از کلاسیک ترین ابزارهایی که تو این حوزه وجود داره یک نوع روشیه که بهش میگن روش سابتراکشن. مفهوم روش سابتراکشن چیه؟ روش سابتراکشن میگه اگه من بخوام یک سیگنال آف اینترست از یک ریجون آف اینترست برای یک کاگنیتیو فانکشن آف اینترست ثبت بکنم، نمیتونم مغز رو کلن خاموش کنم بگم مغز شما کلن خاموش باش، فقط یه فانکشن خاص فعالیت بکنه، بعد از مغز عکس بگیرم سیگنال اون فانکشن رو به دست بیارم. شما وقتی هیچ کارم که نمی کنید سرتون زدید هیچ کارم قراره، بگن لطفا شما هیچ کاری آیتو تنهایی لطفا هیچ کاری شما انجام ندید، نشستید الان خوب و لطفا هیچ کاری انجام ندید، مثلا کاملا سعی کنید سیستم کاگنیتیوتون هیچ کاری دیگه نکنه. خب وقتی سعی میکنید هیچ کاری هم نکنید، بازم مثلا موقع نماز میگن هیچ کاری نکنید جز به خدا فکر کنید، واقعا مثلا مغز آدم اسکن بگیرن تو اون لحظه فقط نواهی که مثلا فکر خداست مثلا روشن میشه، یا کلی نواهی دیگه ممکنه با شرمندگی چی بشه روشن بشه. خب یعنی نمیتونیم ما مثلا تو نماز یه لحظه مثلا کف پا میخاره نمیدونم فلانی چی گفت قرض به فلانی چی داشت، یعنی ممکنه خیلی چیز دیگه هم نواهیش چی بشه روشن بشه. بس داستان اینه که به این سادگی نیستش که ما بگیم کل مغز خاموش بشه یه جای خاص روشن بشه ما سیگنالشو بگیریم، پس همینجوری همه مغز روشنه. خب یک گزینه اینه که بگیم کلن همینجوری همه مغز روشنه، ابی نداره، میام همه مغز که روشنه به علاوه یه فانکشن خاص میکنم، مثلا میگم شما همینجوری که نشستین الان خب همه یه جای مغز روشنه، حالا این کار رو هم اضافه انجام بدید، و بعد میام این دوتا حالت رو، یعنی وضعیتی که فرد کاری نمی کرده ولی یه نوای مغز روشن بوده، باز تو همون وضعیت به علاوه یه کار دیگه انجام میداده، اینطور اصلا چیکار کنم؟ کم بکنم و اون چیزی که اون اکتیویتی که به دست میاد از این سابتراکشن، از این تفریق، اون اکتیویتی فرض کنم که مال اون فانکشنیه که به اون موقع اضافه کردم و فکر کنم که اون فانکشن مال اون ناحیه اون چیزه. اساس بر اینه، نکنید کار این شکلیه که افراد رو میان توی وضعیتی که یک هیچ کاری انجام نمیدن و یک کاری هم الان دارن انجام میدن، این دو حالت رو از هم کم میکنن یه نقشه به دست میاد توی فرد، فرد دوم، فرد سوم، فرد چهارم، فرد پنجم، فرد ششم، کلشو میانگین میگیرن یه نقشه به دست میاد، میگن این، بعد تو مقاله اینو چاپ میکنن، میگن این نقشه میانگین فعالیت این 20 نفر، این 5 نفر، این 6 نفریه که ما اون عملکرد خاص رو توشون تحریک کردیم. خب پس مقاله FMRI چیزی که گزارش میکنه میانگین فعالیت آدم هاست که ممکنه هر کدوم از اون نقشه های فردی که اش میانگیری شده با روش سابتراکشن به دست اومده باشه، یعنی دو تا موقعیت از هم کم کرده باشه. خب در واقع تو روش سابتراکشن ما میگیم یک موقعیتی داریم که یه وضعیت بیسلاینه و یک فانکشن آف اینترست اون وضعیت وجود نداره، وضعیت یک همون وضعیت بیسلاینه، یه فانکشن آف اینترست بهش اضافه کردیم و اینطور از هم چکار میکنیم؟
کم میکنیم اون ناحیه اکتیویشن پیدا میکنه که درگیر اون فانکشن آف اینترست خواسته. مثال بگم خدمتتون، مثلا فرض کنید که من یه سری دات دارم، سوالم اینه، سوال مشخصه خب، که این ناحیه خاص مثلا فرض کنید که مدیال تمپورال جایروس خب، یا میدل تمپورال جایروس، یا سوپریور مثلا تمپورال جایروس، یا دو سه تا از ناحیه دیگه که تو ذهن من هستش خب، آیا اینها مشارکتی در پردازش موشن های بیولوژیک میکنن یا نه؟ میکنید؟ ما موشن هایی که تو طبیعت داریم یه سری موشن های عمومی هست، ولی به نظر میاد یه سری موشن ها وقت طبیعت میبینیم ما احساس میکنیم اونجا یه چیز زنده ای هست. میدونید؟ مثلا یه چیزی تکون میخوره، انگار مثلا اونجا یه حیوانی هست که تکون میخوره. این تکونه تکونه چیه؟ خب مثلا ممکن حتی مثلا دست یه جوری که حرکت بکنه شما احساس کنید این دست یه آدم زنده است، یه جوری دیگه حرکت کنه احساس کنید این چیه، این موشن فر زنده نیست، گاهی کسی در دست تکون میدن، در واقع یه جوری دیگه حرکت کنه احساس کنید نه این چیه، این یه آدم زنده بیولوژیکال موشنه، در حالی که اون مال بیولوژیکال موشن نیست. چیکار کردن؟ اومدن گفتن که ما یه سری دات میذاریم، اینها رو میخوایم یه بیولوژیکال موشن بهشون میدیم، مثل که مثلا چند نقطه نورانی تو رو بدن من بذارن و همه چراغا رو خاموش کنم و من یکم راه برم، خب اون نقاط یه بیولوژیکال موشن پیدا میکنن، درسته؟ خب من پس فانکشن آف اینترست هم بیولوژیکال موشنه، تو این موقعیت هم عملا فرد وقتی داره به این تصاویر نگاه میکنه یه جوری بیولوژیکال موشن نواحیش فعال میشه تو مغزش. وضعیت کنترل چی بذاریم؟ به همون تعداد نقطه میذاریم ولی حالا رندوم حرکت میکنن، تعداد نقطه ها و کل حرکت نقطه ها و سرعت حرکت نقطه ها بین دوتا حالت رندومایز برابر در نظر گرفته میشه، مچ میشه. یعنی ما یه جوری اون نقاط رو رندوم حرکت میدیم که جمع حرکت اونها با جمع حرکت وضعیت بیولوژیکال موشن چی باشه؟ یکی باشه. یعنی همه اون پردازش هایی که مربوط به دیدن نقطه است، مربوط به جابجایی نقطه است، مربوط به رنگ نقطه است، هر چیزی که هست خب، اینها بین دو تا حالت چیه؟ یکیه. به خاطر همین وقتی این دو تا مغز تو این دو حالت قرار میدیم، بعد که سابترکت میکنیم اون چیزی که باقی میمونه فقط نواحی هست که مال پردازش بیولوژیکال موشن هست خب. یعنی تصاویر رو وقتی با هم مقایسه میکنیم، تصاویر مغزی که به دستم سیگنالی که از مغز به دست اومده دقیقاً مال اون ناحیه‌ای که فقط مال بیولوژیکال موشن پروسسینگه، نه مال مثلا بگید اینکه مثلا دات داره حرکت میکنه، تو اون حالت دیگه هم وضعیت بیسلاین هم دات حرکت میکرده، پس اون نواحی مربوط به حرکت دات یا حرکت نقطه چی شده؟ اونجا هم فعال بوده، اینجا هم فعال بوده، از هم کم شد. خب بین میگن سیمپل سابتراکشن های ساده، به مثلا میتونیم نشون بدیم، مثلا فرض کنیم که توی سوپریور تمپورال سولکوس این یه ناحیه هستش که به طور خاص این فعالیت رو نشون میده، و توی MRI اگه اون اکتیویتی اون ناحیه در نظر بگیرین، در وضعیت هایی که بیولوژیکال موشن نشون میدادین اون ناحیه فعاله، وقتی که موشن بیولوژیک نیستش فعالیت اومده پایین، دوباره بیولوژیکال موشن نشون داده رفته بالا، اینجا خیلی فعالیت نداره رفته بالا. جالب، انگار اولین بار که نشون میدید چیه؟ بیشتر هم سیگنال داده خب، بعد یکم شده یکم هبیچوه شد، دوباره باز بیشتر انگار توجه کرده، ولی قشنگ معلومه که اون این ناحیه خاص. الان من دارم سیگنال این ناحیه رو برای شما تایم سریزشو سری زمانیشو براتون نشون میدم، در طی زمان این ثانیه است، این یعنی معلومه که مثلا هر حدود 8 ثانیه بیولوژیکال موشن نشون دادن، 8 ثانیه رندوم موشن بیولوژیکال موشن، رندوم موشن بیولوژیکال موشن، رندوم موشن. شما میبینید که چطور سیگناله، معلومه این ناحیه سیگنالش با این داستان بیولوژیکال موشن چیه؟ یه ارتباطی داره. خب پس من با این روش اومدم نواحی مغزی دخیل در بیولوژیکال موشن رو چکار کردم؟
مشخص کردم و نشون دادم. خب پس ایده کلی چیه؟ سابتراکشن. یعنی این طور از هم چیکار میکنم؟ کم میکنم. اما داستان اینه که خیلی از حوزه های شناختی یک فانکشن نیستن، چندین لایه. مثلا باز حالا چون میگم جمعون لنگویج بیشتر توشون هستن، یکم به لنگویج بپردازیم. مثلا حوزه لنگویج اگه نگاه کنید، وقتی شما راجع به لنگویج صحبت میکنید، یه حوزه سنسوری داره. خب من میشنوم این لنگویج رو، یه ویژوال پروسسینگ توش بعضی وقتا وجود داره. مثلا شما یه تصویر نشون میدید، قراره اسمشو بگی، یه ویژوال پروسسینگ اونجا اتفاق میفته. یه اودیتوری پروسسینگ وجود داره، اون چیزی که میشنوید و میبینید رو دارین چیکار میکنید؟ پروسس میکنید. یه موتور پروسسینگ وجود داره، میخواین حرف بزنید. و یک سمانتیک پروسسینگ وجود داره، میخواین مفاهیم رو درست منتقل کنید. فقط وایس جنریشن نیست، یک مفهوم هم باید پشتش. باز ممکنه شما بگین که اختیاری تو اصلا بلد نیستی، سمانتیک خودش 20 لایه داره مثلا. خب میگم دیگه باز تخصص شماست، من تخصص من انواع لایه های سمانتیک پروسسینگ نیست. یعنی تازه بگیم جلوتر هم میگیم ممکنه که خیلی از اینا چی باشه، چندین لایه پشتش وجود داشته باشه. پس مهمه که بدونیم خیلی از این فانکشن ها چندین لایه هست. خب ما میتونیم یه وقتی حتی تسکای چند لایه طراحی کنیم. مثلا بیایم بگیم که فرد توی حالتی فقط یه چیزی رو ببینه، فقط یه تو دستگاه اسکنر قرار بگیره، یه فیکسیشن پوینتی، یه کراسی، یه صلیبی رو وسط فیلد ببینه. من وقتی دارم فقط یه صلیب رو نگاه میکنم، چه سیستم مغزی فعاله؟ سیستم یه ویژوال پروسسینگ که خیلی کمی دارم میکنم، یه سیستمی چشامو به یه صلیب دوختم. خب وسط اسکندر این دیگه ساده ترین حالته، هیچ کار فرد در واقع قرار نکنه، فقط اون صلیب رو ببینه. حالا دوم لغت ها رو ببینه. خب مثلا ببینه سگ، ببینه فقط، هیچ کارم نکنه، یعنی فقط دیدن باشه. حالت سوم پسیولی بیاد بخونه، بگه سگ، هر چی نوشته چیکار کنه؟ تکرار کنه، اصلا نخونه. مثلا تو گوش بگن سگ، بگه چی؟ سگ. یعنی هر چی اونا میگن تکرار بکنه، حتی خوندنم نباشه. حالت بعد بیاد لغت ها رو بخونه، یا تو ذهن خودش یا چی؟ بلند. حتی ممکنه شما من بگید که به نظر شما فردی لغت رو بلند بلند بخونه یا تو ذهنش بخونه، آیا نواحی مغزی اکتیوش فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ خب ممکنه این سوال باشه. من مثلا تو ذهنم بخوام اسب مثلا سگ بلند تو ذهنم بخونم، یعنی که در بلند بگم، آیا فرق میکنه یا نمیکنه، یا کدوم نواحی قاعدتا باید فرق کنه تو این دو تا حالت؟ و بعد لول بعد ممکنه جنریتینگ لغت باشه. مثلا میگم سگو ببینم، تصویرشو بگم مثلا پارس. خب یا نه مثلا یه سری حرف من بدن، مثلا گسه، برعکس هم بگن، ریورس به من حروفو بدن، بگن لغت بساز، بگن گسه، بگن حالا لغت بساز، بگم سگ. یعنی بیام تو لولی وارد شم که دارم چیکار میکنم دیگه، خودم جنریت میکنم. خب پس فرد داخل اسکنر میتونیم بذاریم فقط تو حوزه لنگویج در شرایط کاملا متفاوتی قرارش بدیم و هر کدوم از این شرایط یه اکتیویشن ایجاد بکنه توی مغز و بعد اینها رو در شرایط مختلف از هم کم و زیاد بکنیم. خب مثلا اگه ما بیایم فیکسیشن رو از جنریتینگ کم و زیاد کنیم، یعنی مثلا بگیم وضعیتی که فرد لغت جنریت میکنه تا اینکه فقط فیکسیشن میبینه، ممکنه خیلی جاهای مغز روشن باشه. خب یعنی این دوتا رو از هم کم کنیم. یا اینکه نه، من جنریتینگ ورد رو از سینگ ورد مثلا کم بکنم. خوب دقت میکنیم؟ یعنی ما میتونیم تو سطوح متفاوت این عملکردا رو بچینیم و بعد لایه به لایه اینها رو از هم کم و زیاد بکنیم. یعنی سابتراکشن ممکنه چی باشه؟ فقط یه لایه نباشه، سابتراکشن چند لایه هایارکیال با سلسله مراتب باشه. یعنی ما میتونیم عملکرد شناختی رو به چند لایه تقسیم بکنیم. خب نکنید وقتی من جنریتینگ ورد دارم میکنم، حتما سینگ و رپتیشن و ریدینگ و اینم توش هست، یعنی همه اون نواحی احتمالا تو اینم هست، یه چیزایی داره به اونا چی میشه؟ اضافه میشه. من بیام مثلا فرض کنید ریدینگ ورد رو با جنریتینگ ورد با هم از هم کم کنم،
خب مثلا من بیام نشون داده باشه اونجا پارس، ببینم پارس رو بخونم از روی چیز، یا اینکه نه تصویر سگ رو من نشون بدم من بگم پارس. هر دو حالت دارم میگم پارس، یعنی خروجی هم چیه؟ یکیه. ولی این دو تا حالت رو از هم کم کنم، به نظر شما کدوم نواحی؟ یعنی وقتی من فقط دارم میبینم لغت پارس رو میخونم، یا اینکه نه تصویر سگ رو میبینم و میگم پارس؟ تفاوت فعالیت نواحی مغز این دوتا حالت وقتی اینا کم میکنیم، نواحی که فعال هستن مربوط به چه کاگنیتیو فانکشن آف اینترستی هن؟ خب یکم فکر کنیم، مثلا فرض کنیم من بگم یه مپی فعال شده، این مپ کدوم فانکشن هست؟ میدونید این تو هر دو حالت انظر موتور داره میگه پارس پارس. اینطور از هم کم کنیم، کدوم فعالیت ها هستش که توی جنریتینگ دخیلن ولی تو ریدینگ دخیل نیستن؟ مثلا بینایی تو هر تاشیه هست. خب یکی ممکنه بگه که تو بیناییه اینجا یکم آبجکت پروسسینگش بیشتره، اونجا مثلا کمتره، ولی تقریبا تو هر تاشون چیه؟ بینایی تقریبا هست. خب مثلا به نظر شما اکتیویشن بروکا تو هر تو اتفاق میفته؟ تو هر تو داره بروتاکشن داره میکنه. خب ولی فرق اکتیویشن بروکا تو اون حالت با این حالت چیه؟ اینجا یه مقداری چیه؟ بحث سمنتیک چیه؟ بیشتر درگیره، میدونین؟ یعنی شما وقتی که تصویر سگ رو میبینید و میگید پارس و اینکه فقط پارس رو میخونید، نوع سمنتیک پروسسینگ درگیره چیه؟ متفاوته و شدت درگیر سمنتیک پروسسینگ بیشتر. یعنی میخوام بگم مهم اینه که شما میتونید حتی یه کاگنیتیو فانکشن آف اینترست رو بیاید لایه لایه کنید و این سابتراکشن ها رو در لایه های متفاوتی انجام بدید. خب به این شکل مثلا فرض کنید وضعیت A، وضعیت B، وضعیت C، A رو از B کم کنید، A و B رو از C کم کنید، یعنی همه این حالت ها ممکنه اتفاق بیفته. مثلا فرض کنید اگه شما بیاین سینگ ورد رو از سینگ فیکسیشن پوینت کم بکنید، این نواحی روشن میشه، نواحی که مال ویژوال پروسسینگه. من لغت ها رو ببینم در مقایسه با اینکه یه فیکسیشن پوینت ساده ببینم. فرقش چیه این دو تا حالت؟ فرقش اینه که وقتی لغت ها رو میبینم باریکلا. یه ایرادی که همینجا خوبه یه نکته دقت کنید. درسته من میگم لغت ها رو ببینه، ولی نمیتونم وادارش کنم که مفهومش رو درک نکنه، حافظه‌اش راجب اون لغت فعال نکنه. مثلا من سگو میبینم، همیشه یاد یه خاطره سگی که مثلا تو یه جنگلی من دنبال کرد، عقب پامو گاز گرفت، هنوز رد دندون سگ رو پای من هست. خب من طبیعتا وقتی میگن سگ حتما اون خاطره هم یادم میاد، بعد حتی ممکنه احساس ناخوشایند اون خاطره هم چیه. یعنی میخوام بگم اینجوری نیست که شما داخل اسکنر بکنید بگید لغت ها رو ببین و هیچ کار دیگه نکن. ببین یعنی ما تو این حوزه های این شکلی دوست داریم یه اتفاقات بیفته، ولی هر لزوما سابجکت دقیقا اون کاری که ما میخوایم نمیکنه. مثلا با مثلا سال 98 99 مقالاتی چاپ شده جای خوب ساینس و نیچر و اینها، در این حد بوده که فرد داخل لسکا اسکنر میفرستادن، میگفتن خب این لغت ها رو ببین و حفظ کن، توی حالت دیگه میگفتن لغت ها رو ببین و حفظ نکن. بعد اینا از هم کم میکردن، میگفتن حالا این نتورک مموریه، نواحی مغزی مموریه. ولی شما میتونید به کسی لغت نشون بدید و بگید حفظ نکن، بله احساس قرار حفظ نکنه، میخوام ببینم ولی چی حفظ نکنم. نمیشه دیگه، دارت میخواد ببینه و حفظ نکنه. خب بدتر چیه؟ ممکنه. خب ببینید یعنی اینقدرم ساده نیست، یعنی دوست داریم اینجوری باشه ولی لزوما هم اتفاق تو دست که. ولی فعلا ما تو این مدل ها یه سری اسامشن داریم، پیش فرض داریم، میگیم انشالله که گربه است، انشالله که چیه؟ انشالله که حفظ نمیکنه، انشالله که وقتی میبینه جنریتینگ و پروسسینگ و مموری و ایناش فعال نمیشه. یا نه مثلا تو اسکنر با یه سرعتی به فرد نشون میدیم که کار به اونجاها
نکشه مثلا، لغت‌ها رو سریع نشون میدیم. به هر حال خب یه وقتی هم assumption open assumption، یه فرض داریم یه فرض دیگه هم روش میذاریم، امیدواریم که انشالله اینجوری هم باشه. بالاخره این حوزه ها هر روشی محدودیت های خودشو داره و خیلی خیلی مهمه که به نظر من افرادی که تو این حوزه ها کار میکنن وقتی مقاله رو میخونن بتونن critical appraisal بکنن. مقاله چاپ کرده گفته این نقشه مموری شما، میگه به به چقدر عکس خوشگلیم از مغز انداخته، اینجا هم قرمز شده چقدر خوبه. خیلی وقتا وقتی ما مقاله رو تو جلسه جورنال کلاب میخونیم و میریم لایه های پشت رو نشون میدیم که مثلا تسک اینجوری طراحی کرده، به سابجکت گفته این کارو بکنید، بعد اینو از این کم کرده، وقتی میرن جلو نگاه میکنن بابا اصلا خیلی خیلی زیادی خوشبین بوده که مثلا سابجکت حتما این کارو میکنن این شکلی هم. یعنی آدم میبینه که انقدرم، یعنی خیلی مهمه که شما تو فضای ساینس بتونید یه پیپری که دستتون میدن تو اف ام آر بتونید کریتیکال اپریزال بکنید، متدشو نگاه کنید، ببین آیا واقعا اینی که دو تا حالت گرفته و از هم کم کرده آیا واقعا اونقدر دل شما راضی هست، خوبه این مطالعه خوب نیستش. بریم جلوتر. اگه لغت ها رو ببینه و فقط هیرینگ بکنه، فقط اودیتوری پروسسینگ طبیعتاً فعال میشه. خب اگر ریدینگ ورد باشه از سینگ ورد، اینها رو از هم کم کنیم. یعنی فرد لغت رو بخونه و این که چیکار کنه؟ فقط ببینه. این ناحیه زرد روشن میشه. این چه ناحیه ایه؟ یعنی اگر لغت رو ببینه یا این که بخونه چه فرقی داره با هم؟ بروکا داره فعال میشه. یعنی شما ببینید الان یه مقدار زیادی موتور کورتکس و بروکا و اینها الان توی ناحیه زرد الان فعاله. خب پس اینو از این کم کردیم. اگه جنریتینگ ورد باشه در مقابل ریدینگ ورد، شما فعالیت بیشتری تو سیستم بروکا میبینید. یعنی ببینید اکتیویشن بیشتر این جلوهاست. به جای اینکه پرایمری موتور کورتکس باشه، اومده بیشتر تو فضاهای، یعنی توی اینفریور فرونتال جایروس که میدونی اینفریور فرونتال جایروس سه تا ناحیه داره دیگه. پارس از چی شروع میشه شما که لنگویج کار میکنید؟ سه تا ناحیه داره اینفریور فرونتال جایروس. این ناحیه جلوش که میشه پارس اوربیتالیس، پارس تریانگولاریس، پارس اوپرکولاریس، سه تا این ناحیه است که بروکا بین پارس تریانگولاریس، پارس اوپرکولاریس و پارس تریانگولاریس بین این است. و خود بروکا الان بحث داره اینه که مثلا اون جایی که جنبه‌های سینتکس داره با اونهایی که جنبه‌های بیشتر سمانتیک داره با هم باز نواحیشون فرق می‌کنه. یعنی خود همین در واقع پارس تریانگولاریس به پارس اوپرکولاریس یه شکنج اینجوری داره، یه حالت مثلا مثلثی داره که نواحی بالایش وسطیش بالاتر این ورترش فانکشنشون با هم فرق می‌کنه. یعنی حتی خود بروکا هم دیگه اینکه میگفتم یه ناحیه بروکاست و این ناحیه این کار می‌کنه نیست. بروکا هم خودش فانکشنال اسپسیفیکیشن داره، جابجاهاش عملکرداش با هم فرق میکنه. خب و دیدن با روش های برین استیمولیشن مثل TMS هر کدوم از این ناحیه ها رو که بزنید دخالتی که روی لنگویج پروسسینگ میکنه با همدیگه متفاوتن. خب پس بالاخره میخوام این دوتا لیول رو میتونیم از هم کم کنیم. اینم یه سطحی از چیه؟ پروسسینگ لنگویجه. خب پس میتونیم یه اکتیویشن در یه جای دیگه از مغز ببینیم. گفتیم اون اسامشنی که ما میگیم طرف خب لغت ها رو ببین، حالا ببین و حفظ کن، ما بهش میگیم پیور اینسرشن اسامشن. یعنی فیش فرض بر اینه که وقتی من یک فانکشنی رو اضافه میکنم فقط همون اضافه میشه. خب تازه ممکنه کسی بگه وقتی لغت ها رو داشت میدید حالا بهش میگید حفظش کن، اتنشنش هم بیشتر فعال میشه، فقط مموری نیست. اصلا حالا که داره لغت ها رو با دقت بیشتری نگاه میکنه چشش بیشتر باید جا به جا بشه، سیستم پروسسینگ موتور چشم چی میشه؟ بیشتر فعال میشه. اصلا باید افارت فور کنترل بکنه، حواسش رو بیشتر جمع بکنه، نواحی دیگه مربوط به این حوزه فعال بشه. خب اصلا استرس پیدا میکنه، نکنه حفظ نتا میکنم بیرون بپرسم میگم چی این خنگی بود نتونست جواب بده اینا رو. خب ممکنه اصلا نواحی انگزایتیش فعال بشه چون میگی حافظه چیز کن،
بخوزه کسی باشه که سابقه مثلا چه حافظ داشته باشه، میگه آقا مثلا میگن سه تا لغت تو دکترا داری، سه تا لغت بدین توی اسکن حفظ کن، اومدی بیرون هیچ کدوم یادت نبوده، خب ممکن چیکار بشه؟ دچار استرس بشه. خب یعنی میخوام بگم این شکلی نیست که فقط ما بگیم شما حفظ کن و فقط اون فانکشن اینسرت بشه، پیور همون اینسرت بشه، ممکنه چیه کلی چیز دیگه اینسرت بشه. و اصلا ممکنه شما بگید خب من باید چیکار بکنم که تا جایی که ممکنه فقط اون اینسرت بشه. مثلا کاری کنم فرد انگزایتی پیدا نکنه، قبلش توضیحاتی بهش بدم، آزمون رو چطور طراحی کنم، یعنی همه اینها چیه مهمه. مثال یه مطالعه هم به شما نشون بدم که ما انجام میدادیم. ما میخواستیم ببینیم نواحی مغزی که در مصرف کننده‌های هروئین روشن میشه وقتی که علاقمند میشن به استفاده از هروئین. خب اومدیم مثل تصاویر مربوط به مصرف هروئین داشتیم که اینا وقتی به افراد نشون میدادیم دیگه اصلا حالشون بد میشد خیلی. مثلا یه سری تصاویر ممکنه شیرینی خامه ای باشه، من بیام به شما نشون بدم شیرینی خامه رو که میبینید دیگه چی میشین؟ مثلا فرض کنید که دکتر ممکنه مثلا خیلی دکتر مثلا نمیاد خیلی تمایل به شیرینی خامه داشته باشه، ولی آره تو خوردنی ها به چی علاقه مندی شما؟ به ترشیجات مثلا. خب مثلا یه ست مثلا ترشیجات مختلفین، مثلا یه آلبوم ترشی مثلا عکسای مختلفشو بگیرن و جلوی دکتر بذارن مثلا شروع کنه چیکار کنه اینا رو ورق بزنه، خب ترشیایی که خیلی تحریک کننده باشه. خب بعد بگیم که خب من میدونم اینا تاثیر میذاره تو مصرف کننده مواد، مثلا عکس مواد هست اینا نشون میدیم خیلی ولع به مواد پیدا میکنن، شما اینا رو ببینید در شما تاثیر نمیذاره چون شما مصرف کننده مواد احتمالاً نیستید. خب ولی اونهایی که قبلا سابقه دارن با مواد وقتی اونا میبینن تحریک میشن خیلی. خب تصاویر ما داشتیم، میتونیم تصاویر تو دست اسکنر به فرد نشون بدیم بگیم اینا رو ببین بعد ببینیم کدوم نواحی مغزی فعاله؟ نه، بخاطر اینکه وقتی اینا رو داره میبینه هزار کار دیگه اون تو داره میکنه، نشسته نمیدونم گردنشو تکون میده، هزار یه اتفاق اون تو داره میفته، مغز اکتیویتی دیگه داره. پس باید سابتراکشن بکنیم. با چی سابتراکشن بکنیم؟ بیایم تصاویری بسازیم که همه چیزش همون باشه، فقط توش ولع نداشته باشه. مثلا فرض کنین که اگه یه دستی داشتیم توش مواد بود، حالا همون دست رو بذاریم یا دستی شبیه به اون رو بذاریم، حالا توش شکلات باشه، توش یه چیز دیگه ای باشه. خب یعنی وقتی اینو داره میبینه نواحی پردازش دستم فعال میشه، اینجا نواحی پردازش دست فعال میشه ولی اینطور کم میکنیم از بین میره، فقط اثر موادش میمونه. یا مثلا باز قاشق بذاریم، حالا قاشق خالی باشه توش برنج باشه، حالا همون حالتی که دست داشت سرنگ رو تزریق میکرد، حالا هم دست باشه همون حالت باشه ولی به جای سرنگ چی باشه؟ یه مداد باشه، خودکار باشه. خب این تصاویر تا جایی که ممکنه با هم چی باشن؟ مچ باشن. خب و بعد هر تصویر رو 3 ثانیه نشون بدیم، برای 8 بار تصاویر رو 8 تصویر نشون بدیم، 24 ثانیه تصاویر ولع، 24 ثانیه تصاویر نوترال. خب و همزمان باهاش تو این فاصله هم 24 ثانیه فقط فیکسیشن پوینت نشون بدیم. خب یعنی 3 تا حالت داره فیکسیشن پوینت، تصاویر ولع، تصاویر نوترال و اینها رو از هم چیکار می‌کنیم؟ کم می‌کنیم. تو این حالت وقتی که فرد واقع قرار می‌گیره، یه سری از نواحی مغزش طبیعتاً چی میشه؟ فعال میشه و اینطور ما می‌تونیم توی سابتراکشن از هم کم کنیم. یه سوال ممکنه بگن اختیاری، چرا مثلا هر تصویر رو 3 ثانیه نشون میدی 8 تا تصویر نشون میدی؟ مثلا چرا مثلا هر تصویر رو یه ثانیه نشون نمیدی دو تصویر، فقط چرا یه تصویر نشون نمیدی؟ یعنی حالا راجع به توضیح خواهم داد که چرا مثلا عدد 24 ثانیه نسبتا خوبه، چرا طولانی‌ترش نمی‌کنیم، چرا کوتاه‌ترش نمی‌کنیم؟ خب چرا هر تصویر رو اینقدر نشون میدیم، چرا تصویر رو کمتر؟ اینا همش ظرافت داره، یعنی یه سری قواعدی وجود داره که ما اگه بخوام سیگنال بگیریم نباید تصاویر بیش از یه حدی نشون بدیم، کمتر از یه حدی هم نشون نباید بدیم. از طرفی همین سری رو ما توی مطالعه 6 بار انجام میدادیم، یعنی تصاویر نوتر، تصاویر مواد، دوباره تصاویر نوتر، دوباره تصاویر مواد، 8 بار تکرار میکردیم. چرا تکرار میکردیم همین سری رو؟ به خاطر اینکه هی سیگنال بگیریم که مقدار توان سیگنالمون افزایش پیدا کنه. خوب دقت کنین تو مطالعات FMRI هر چی دفعات بیشتر تسکتون رو انجام بدید، عین اینه که تو مطالعات روانشناسی سابجکت بیشتری گرفته باشین.
چطور تو مطالعات روانشناسی سابجکت بیشتر که میگیرین پاور مطالعاتون میره بالا؟ اینجا هم وقتی مثلا یه اکسپریمنتی رو 5 بار انجام میدید در مورد یه فرد و بعد دیتاشو میگیرید اوریج میگیرید، پاورتون خیلی بیشتره تا یه بار انجام بدید. خب انگار دارین تعداد سابجکتتون رو افزایش میدید. خب چرا فیکسیشن پوینت میذاریم؟ میتونیم چیکار کنیم؟ فقط بیایم نوتر بذاریم، اکتیو اینا هم کم کنیم. چرا وسطش فیکسیشن پوینت به نظر شما میذاریم؟ ما نمیخوایم دو حالت هم کم کنیم دیگه. یه سری تصاویر نوترال نشون بدیم، یه سری مواد نشون بدیم، بعد اینا هم چیکار کنیم؟ کم کنیم. چرا یه دوره هم به فرد فیکسیشن پوینت میدیم؟ ممکن اورلپ داشته باشه، فاصله شو دقیقاً نتونیم بینشون بسنجیم. آها. یه چیزی که هست اینه که ممکنه شما بگین که مثلا فرد که ولع پیدا میکنه، ولعش توی مدتی ادامه پیدا میکنه، اگه بعدش فیکسیشن پوینت باشه اینها رو هم نمیافتن. قبوله، این توضیح خوبیه. دیگه چه مکانیزمی ممکنه وجود داشته باشه؟ خب مکانیزم دیگه ای ممکنه باشه، مثلا چی؟ نگاه کنید، وجود فیکسیشن پوینت از نظر تکنیکال یک کمک دیگه هم به ما میکنه. یعنی ما یک وضعیت A داریم، یه وضعیت B داریم، یه وضعیت رست میذاریم توش. چه کمکی ما میکنه؟ نگاه کنید اسلاید رو. اگه فرض کنید مثلا تو این دو حالت وقتی که اینا رو از هم کم میکنیم توی یه ناحیه مثل اینفریور فرونتال جایروس، کریوینگ رو که نوترال رو که از کریوینگ کم میکنیم 20 تا سیگنال بمونه مثلا. حالا 20 تا چیه کار ندارم، بنزه 20 تا بمونه. پس معلومه IFG وقتی که کریوینگ رو میبینه بیشتر از وقتی که نوت رو میبینه چی میشه؟ فعال میشه. قبوله؟ خب اما یه پیچیدگی اینجا وجود داره. نواحی مغزی فقط اکتیویشن ندارن، یه مفهومی تو مناطق مغز هست به اسم دی اکتیویشن. تو بعض از موقعیت های سری از نواحی مغزی فعالیتشون افت میکنه، نه اینکه تو همه حالتی که بمونه. ما دی اکتیویشن هم داریم توی مغز. خب مثلا ممکنه که بله این باشه که کریوینگ 40 نوترال 20، اینطور از هم کم میکنیم 20 تا چیه؟ بسیار معنیداری در وضعیت کریوینگ ناحیه اینفرافرونتال جایروس بیشتر اکتیف میشه. خب نشون دادن این. اما ممکنه این باشه در وضعیت کریوینگ IFG منفی 20، در وضعیت نوترال منفی 40. اینا رو کم میکنید جمع میشه چی؟ باز میشه 20. درسته؟ یعنی اصلا داستان اینه که اینفرافرونتال جایروس تو این وضعیت ها دی اکتیوه. اتفاقا وقتی که نوت رو میبینه، وقتی در واقع نوت رو میبینه این دی اکتیویشن چی میشه؟ بیشتر میشه. خب داستان دی اکتیویشن، داستان اصلا اکتیویشن نیست اصلا. خب راهش اینه که رست رو داریم، اول من میام نوترال رو با رست مقایسه میکنم. رست قاعدتا دیگه نه دی اکتیویشن هست نه اکتیویشن. خب اگه دیدم اون ناحیه این IFG به طور کلا اکتیویتیش مثبته نسبت به این، یعنی مثلا یه اکتیویتی مثبت اینجا وجود داره، معلومه که همین 40 منهای 20 درسته. ولی اگه وقتی اینو با این مقایسه کردم دیدم یه چی وجود داره اینجا، یه دی اکتیویشن وجود داره اینجا، ممکنه که پس چی باشه داستان؟ این باشه. یعنی این فیکسیشن پوینت غیر از اینکه فاکتور رو از هم جدا میکنه، به شما کمک میکنه که اگه دی اکتیویشنی باشه دی اکتیویشن رو چیکار کنید؟ تفکیک کنید، استخراج بکنید. خیلی وقتا ما به این مدل‌ها میگیم کامن بیسلاین دیزاین توی مدل‌های سابتراکشن، که یه بیسلاین مشترک هست، همین وضعیت رست، هم A رو با هم B رو میتونیم از این کم بکنیم، از این وضعیت رست کم بکنیم. یعنی یه بیسلاین وجود داره که بین دو تا حالت، حالت نوتر و اکتیو، تو هر دو حالتش از همین بیسلاین استفاده میکنیم. مثلا وقتی میگیم C ماینوس کنترل شده C، N ماینوس کنترل شده 10، معلومه که ماجرا چیه؟ اینه که اینجا ماجرا اکتیویشن، ماجرا دی اکتیویشن نیستش. خب بعضی وقتا هستن که بیسلاین ها ممکنه با هم فرق کنن، یعنی یه چیزو با یه بیسلاین مقایسه کنیم، یه چیزو با یه بیسلاین دیگه مقایسه کنیم، بعد اینها رو با هم مقایسه بکنیم. از این حالت ها هم هست، یعنی دیزاین های این شکلی هم بهش میگن تیلرد بیسلاین.
یه مدل های دیگه هستش، بعضی وقتا بهش میگن پارل دیزاین، یعنی به دلیل بیسلاین نمیذاریم، A رو از B کم میکنیم، B رو از A کم میکنیم، این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم، دیگه اینجا دیاکتیویشن نمیتونیم بسنجیم. ولی یه خوبیایی هم داره، بعضی از مطالعات لزوما بیسلاین نداره، A رو از B کم میکنن، B رو... میگن ما فقط برام مهمه که اکتیویشن توی ناحیه بیشتر یا کمتر از اون ناحیه است، همین برامون کافیه. این دو تا حاله دیگه، یعنی این که ما یک کامان بیسلاین داشته باشیم، رسته، یعنی آ به رست داشته باشیم، یا چی داشته باشیم، یا وضعیت موازی قبلی گفتیم چی میگیم، پارلل دیزاین، یعنی موازی همینا اتفاق بیفته. خب هر کدوم یه جاهای کاربرد داره، جای کاربرد نداره. شما تو مطالعات چیزام میبینید، مطالعات همین سابتراکشن خواهید دید که بعضی وقتا بیسلاین دارم بعضی وقتا بیسلاین ندارم. یه دیزاین دیگه که من جلسه بعد بیشتر راجبش توضیح خواهم داد بهش میگن کانجانکشن دیزاین. کانجانکشن دیزاین چیه؟ کانجانکشن یعنی چی اصلا؟ ربط دادن توی چیز، توی ریاضیات به چی میگن کانجانکشن؟ نقطه اشتراک رو، نقطه اشتراک رو میگن کانجانکشن. چه جوری کانجانکشن، مطالعات کانجانکشن شکلیه؟ این مطالعه رو ببینید. ببینید اگه مطالعه این شکلی باشه که ما B رو از A کم کنیم، B2 رو از A2 کم کنیم و x به دست بیاد و z و کانجانکشن x و z رو بگیریم. خب به من بگید تو این نموداری که به شما نشون میدم کانجانکشن x و z در چیه؟ یعنی چیه که بین x و z تو ما قبلش قبلی سابترکت میکردیم، اینجا قرار نیست سابترکت کنیم، اینجا قرار چیکار کنیم؟ اشتراکشون رو بگیریم. خب نکنیم به بخونیم با هم. در وضعیت A چه اتفاقی میفته؟ در وضعیت A ما یک چی داریم؟ میگن یک، بیاین آبجکت ها رو نیمین کنین. خب اونور میگن کالر رو نیم بکن. یعنی تو وضعیت یک مثلا یه دونه نمیدونم خونه نشون میدن، مسواک نشون میدن، خمیر دندون، میگن بگین چیه؟ اسم اینها چیه؟ تو وضعیت دوم فقط یه سری رنگ نشون میدن، میگن بگین رنگ چیه؟ اسم اینا رو نیم کنین. فرق این دو حالت اینه که اینا از هم کم میکنیم، x در واقع چیه؟ این میکنید کدوم کاگنیتیو فانکشنه به نظر شما؟ میکنید چی توی این هست که توی این نیست؟ میکنید توی این حالت وقتی شما رنگو میبینید، خب دقت کنید وقتی رنگو دارین میبینید، خب برای رنگ اسم میگید آبی سبزه، ولی هیچ آبجکت ریکاگنیشن اونجا وجود، شما هیچ آبجکتی اونجا، شیئی، چیزی رو اونجا نمی‌بینید. در حالی که اینجا هم دارین نیمین میکنین، همون سیستم رو فعال میکنین، ولی اینجا چیه؟ آبجکت داریم، مثلا میگه یه خونه سبز، یه خونه، یعنی خونه هر رو دارین نامگذاری میکنین، در حالی که اونجا فقط چیه؟ هیچی نیست، یه رنگ فقط. خب پس تفاوت این دو تا چیه؟ آبجکته. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ ما یه آبجکت رو ببینیم و یه کالر رو ببینیم، فقط دیدن باشه. ها اینجا یه ابجکتیو پروسسینگ داریم که اینجا اون ابجکتیو پروسسینگ وجود نداره. پس هم در x و هم در z چی ما داریم؟ ابجکت پروسسینگ داریم. خب قبوله؟ تو هر دوش ما چی داریم؟ اگه این دوتا رو با هم اشتراک بگیریم ایگرک چی میشه؟ آبجکت ریکاگنیشن میشه. یعنی توی این بالایی چیزای دیگه هم هست که بین این دوتا حالت فرق میکنه، تو پایین هم چیزای دیگه هست، ولی تو هر دوتاش نقطه مشترک چیه؟ آبجکت ریکاگنیشن. پس ایگرک، اون ناحیه ایگرک میشه چی؟ آبجکت ریکاگنیشن. من با این روش اومدم یه دیتای خوبی از آبجکت ریکاگنیشن گرفتم. باز مثال بزنم از این حالتهای اشتراکی، مثلا شما یه تسک انجام دادید، این نواحی فعال شده، تسک دوم انجام دادید، این نواحی فعال شده، نواحی زرد،
تسک سوم انجام بده دمای قرمز فعال شده. خب بعد میاد بین همه اینا کانجانکشن میگیرید. کانجانکشن میشه این ناحیه سبز. خب دوستم دارم که یه بارم فکر کنین که مثلا این چه اکتیویشن چه تسکی بوده که این اکتیویشن رو داده به نظرتون؟ این چه تسکی بوده؟ این چه تسکی بوده؟ اونه که لنگویج کار میکنن. مثلا آدم داره فکر میکنه که این ممکنه لغت ها رو دیده و نامگذاری کرده. اون حالت دیگه فقط لغت ها رو شنیده، در واقع اودیتوری بوده و نامگذاری کرده. اینجا احتمالاً شنیدن و چیزه نبوده، یه در واقع یعنی تسکی که بوده در حد فقط جنریشن و پروسسینگ و اینها بوده. ولی چیزی که بین همه اینها مشترک بوده ناحیه سمنتیک بروکا بوده. این اومده بین همه اینها کانجانکشن گرفته برای اینکه تارگتتر حرکت بکنه. خب پس یه نوع مطالعه اینه که ما یه وقتای سابترک کنیم، یه جا هم چیکار کنیم؟ کانجانکشن کنیم، اینا رو با هم ترکیب بکنیم. محدودیت های البته کانجانکشن خودش داره، یعنی یه پیچیدگی هایی در کانجانکشن پیش میاد که من الان میخوام واردش نشم. خب ولی اگه دوست داشته باشید میتونید یه نگاهی بکنید. یه ایرادی که تو کانجانکشن وجود داره اینه که وقتی کانجانکشن میکنیم ممکنه ناحیه کانجانکشن درست باشه، فقط یه ایرادی ایجاد میشه تو کانجانکشن اینه که بعضی وقتا همون ناحیه تو همون فانکشن تو یه شرایطی بیشتر فعاله، همون ناحیه تو همون فانکشن در یه شرایطی کمتر فعال بشه. یعنی شدت فعالیت دو حاله ممکنه یکی نباشه و این کانجانکشن از این جهت یکم یعنی فقط اون چیزی که مشترکه رو هم میندازه. پیچیدگی این شکلی داره که من میخوام ازش بگذرم. روش‌های دیگه‌ای وجود داره مثل روش‌های پارامتریک، روش‌های مشابه. من یه اشاره کوچیکی می‌کنم و از اینها در واقع گذر می‌کنم. مثلا روش پارامتریک اینه که دیگه اصلا ما چیزی با چیزی مقایسه نمی‌کنیم. تو روش‌های پارامتریک چیکار می‌کنیم؟ میایم و یک آزمونی رو تو وضعیت سختی 1، سختی 2، سختی 3 میگیریم، اینا رو با هم مقایسه میکنیم. مثلا فرض کنید یه تسک هست به اسم انبک، شنیدید حتما تسکشو. انبک چجوریه؟ یه سری استیمولوس به شما نشون میدن، وقتی وان بکه میگن اگه مثلا حروفه مثلا ام ان فیدان نشون میدن، میگن اگه وقتی یه محرکی نشون دادن که درست به قبلیش همون نشون داده بودیم دکمه رو بزن، میشه وان بک. یعنی اگه ام نشون دادن قبلی هم به شما ام نشون داده بودن بعد چیکار کنین؟ بزن. یا حالا تو بکه که سخت‌تره، یعنی میگن اگر ام نشون دادیم بعد هرچی بی نشون دادیم بعدی دوباره ام نشون دادیم، یعنی بعد یه دونه قبلیه رو بعد فرض بکنید. این کار خیلی ساده نیست. وقتی تری بک میشه دیگه واسه چی میشه؟ سخت‌تر میشه. یعنی هی کار همونه، فرد داره همون ریسپانس رو انجام میده، همون پروسسینگ های ویژوال نار داره میکنه، ولی فقط ناحیه اتنشن تو این حالت ها میزان اکتیویتیش، میزان فعالیتش هی بیشتر میشه. باید اینها رو میام از هم کم میکنیم، میگیم کدوم ناحیه تو مغزه که هر چی داره این تسک سخت‌تر میشه اکتیویتی اون ناحیه متناسب با این سخشان داره زیاد میشه. میگه بس این ناحیه دقیقا مال همون اتنشنال کنترل یا ورکینگ مموری است. خب چون داره تو این آزمون هی ورکینگ، از نظر موتور و اینا که خیلی فرقی نمیکنه، چی داره بیشتر میشه؟ ورکینگ مموری، اون پر پروسس های اتنشنال کنترل، اکزیکیوتیو کنترل داره زیاد میشه. یعنی ما اینجوری میایم یه آزمون فقط سخت‌ترش رو میگیم تو لول های مختلف. خب مدل های دیگه هستش که بهش میگن مدل های سلکتیو اتنشن. چه شکلی سلکتیو اتنشن؟ این شکلیه که یه سری تصویر نشون میدیم، هر دفعه یه چیزی میخوایم. مثلا اینو نشون میدم به شما، میگم این تصاویر رو دکمه بگیرین دستتون. خب به شما بهتون دکمه میدم، میگم هر وقت که رنگ این تصاویر عوض شد دکمه رو بزنید. خب دکمه دستتون الان دیگه، خب آماده ای. خب الان شما میزنید، الان میزنید، درسته؟ خب حالا من به شما میگم هر وقت که نوع شکل اینها عوض شد دکمه رو بزن. شما نگاه میکنید. خب
حالا هم دارین دکمه رو همون موقع میزنید، ولی حالا توجهتون چیه؟ به شکله. یه وقتی من میگم که مثلا میام میگم که هر وقت تعداد دایره ها عوض شد دکمه رو بزن، اینجا میزنید، اینجا هم میزنید، خب از دو شو چند؟ یک. خب یعنی حالا دیگه حواستون به چیه؟ تعداد دایره ها رو داره میشمارید. یعنی تو هر سه حالت ویژوال پروسسینگ اولیتون یکیه، ولی سلکتیو اتنشنتون تو موقعیت مختلف فرق میکنه. بعد من اکتیویشن تو این سه تا حالت با هم چیکار میکنن؟ بعد هم سابترکت میکنن یا با هم مقایسه میکنن. خب یعنی همه چیز رو یکسان گرفتن تو حالت، استیمولوزا یکیه، ولی شما تو هر مثلا به شما یه سری تصویر نشون میدن، خب مثلا میگن که مثلا تصویر اختیاری، مثلا عکس نشون میده اختیاری، مثلا میگن چند سالشه این، شما نگاه میکنی میگی مثلا 50 سالشه مثلا. خب تصویر بعدی چند سالشه؟ تصویر بعدی چند سالشه؟ دوباره همون تصاویر نشون میدن، میگن حالا چه وضعیتی داره، خلقش چیه، عصبانیه، خوشحاله، دوباره میبینید. یه وقت دیگه میگن بگین که مرد یا زنه. یعنی شما تو این سه حالت ویژوال پروسسینگتون، نواحی ویژوال پروسسینگ همش چیه؟ یکیه، ولی تو هر کدوم از حالات یک پروسس مغزی شما تو اون فعال شده. وقتی از هم کم میکنید اون پروسس میاد چی؟ این داشته ایموشنال پروسسینگ داشتین میکردید، یا داشتین مثلا فرض کنید که نمیدونم دیتیلد آبجکت پروسسینگ میکردید، یا داشتین جندر پروسسینگ میکردید، یه چیز دیگه. یعنی این امکان رو به شما میده که اینا رو از هم تفکیک کنید. خب دیزاینر دیگه هم وجود داره. من جلسه بعد میخوام راجع به این دیزاینر صحبت کنم، به خاطر همین تو این نقطه میخوام قضیه رو متوقف کنم. اما تحت چند دقیقه میخوام قبل از اینکه بحث تمام بشه راجع به چند تا نکته با هم صحبت کنیم. خب این تصویربرداریه، خب بعد که ما بگه هر ناحیه از مغز چی کار میکنه، بعدش چی؟ مثلا من بدونم که مثلا اینجای مغز این کارو میکنه، خب خوبه، حداقل برای درس کاگنیتیو نوروساینسمون خوبه. خب کاربردش چیه؟ مثلا من بدونم که مثلا اینجا فعال میشه وقتی شما سمنتیک پروسسینگ میکنی، یا اینجا فعال میشه، فایده این دانش مپینگ چیه؟ یه زمانی یه دانشی اومده بود به اسم فرنولوژی، شنیدین تالا؟ فرنولوژی؟ فرنولوژی این بود که میومدن ویژگی های شخصیتی رو با شکل جمجمه به دست می آوردن. مثلا میگفتن اگه فاصله ابروها کم بود، نم قوس بینی انقدر بود، اینجا چیز بود، این از اون آدمایی که مثلا خسیسه. مثلا اگه اینجوری بود، بعدم کلی ما چه جالبی هم توش بود، مثلا نشون داده بودن که نمیدونم اگه مثلا چهره اینجوری باشه، گونه ها این شکلی باشه، اون عقب سر فلان باشه، این همچه آدمی میشه. خب یعنی بین ویژگی های ساختاری و یه سری از ویژگی های شخصیتی مثلا ارتباطات برقرار کرده بودن. واقعا به چه درد می‌خوردن؟ در این حد حداکثر بود که مثلا میگم مثلا با این ویژگی مثلا نمیدونم خواستگار خوبی از خواستگار خوبی نیست، یا مثلا دامادمون اگه اینجوری بود قبول کنیم همچین دامادی، یا همچین دامادی قبول نکنیم مثلا. خب واقعا بعداً دیده شد که واقعا ممکنه که خیلی سخت باشه این قضاوت‌ها در مورد مغز هم همینطوره. یعنی که صرفاً اینکه مثلا کجا بزرگتر کوچیک‌تر کجا فعالیت می‌کنه نمی‌کنه، اینکه چقدر از این به طور مشخص بشه استفاده کرد، سوال جدی هست که واقعاً همه این مپینگ‌ها در نهایت به چه درد می‌خوره. یکم فکر کنیم این مپینگ به چه درد می‌خوره. یعنی ما تونستیم نشون بدیم کجا داره چیکار می‌کنه؟ مثلا من توی مطالعه نشون بدم که فرض کنید که اگه بچه‌ها موسیقی یاد بدیم، این نواحی مغزشون بیشتر فعال میشه. خب اوکی، این اتفاق خوبیه. خب بعدش چی؟ خب فرض کنید که مثلا نمیدونم یه کسی میخواد به شما بودجه بده و شما مطالعه انجام بدید در مورد نقش موسیقی در بهبود عملکردهای شناختی کودکان. خب بعد شما میگید من چون کارم کاگنیتیو نوروساینس است، میخوام ام آر آی هم بگیرم، پول ام آر آی هم بهتون میدن، اف ام آر آی هم بگیرید. خب بعد شما میایید نشون میدید که بله مثلا بچه‌ها بعد از موسیقی یاد می‌گیرن، با تو آزمایشگاه سایکولوژی نشون میدید که فعالیت اتنشنشون بهتر میشه، تسک اتنشن رو بهتر انجام میدن.
توی امارای هم نشون میدید که بله این نواحی بیشتر فعال میشن که نواحی اتنشنن. امارای شما به این مطالعه شما چی اضافه تر از اون کاری که شما تو آزمایشگاه کاگنیتیو سایکولوژی میکنید اضافه میکنه؟ درسته یه پیپر خوشگل با یه عکس خوشگل رنگی که این نواحی بیشتر فعال شده در اثر موسیقی تو تلویزیون میتونه نشون بدید بله اون موسیقی نشون دادیم این نواحی بیشتر فعال شده، ولی چه عدد ولیویی، چه ارزش اضافه تری به دانش شما در فضای کاربرد موسیقی درمانی اضافه میکنه؟ خب یعنی خب بالاخره نشون داده که موسیقی چیه؟ مؤثر دیگه. حالا که کجا اتفاق افتاده چقدر مهمه؟ دوستان میگن که آیتور میگن که اگر من نشون بدم که اون ناحیه فعال میشه دست موسیقی و بعد اون ناحیه توی بیماری دیگه هم مثلا اختلال داشته باشه، ممکنه امیدهایی باشه که موسیقی به تو روم بیماری هم مؤثر باشه. واقعا ممکنه یه ایده این باشه، یعنی به من داره این ایده رو میده که موسیقی این نواحی رو فعال میکنه توی بیماری، مثلا تو افسردگی هم نشون بدم همین ناحیه، پس بگم همین موسیقی ممکنه تو افسردگی هم مؤثر باشه. اینکه فکر کنیم چطور واقعا این نقشه های مپ ها کمک ما میکنه، بعدا میتونیم بر اساس این مپ ها مثلا روش های استیمولیشن استفاده کنیم، همون نواحی روش مداخله انجام بدیم، بعدا ممکنه بر اساس این مپ ها ایده های دیگه به ذهنمون برسه. مثلا فرض کنید که یه مطالعه دیگه ای چی؟ خب این کمی بودنه عملا توی آزمایشگاه سایکولوژی هم همین کمی، این کمیت رو به شما میده. یکی ممکنه بگه که نه اختیاری، این نقشه مغزی دقیق تر از اون اسسمنت ما تو آزمایشگاه سایکولوژیه. خب یعنی اون مثلا یکم ابجکتیو تره، ولی لزوما هم این شکلی نیست. مثلا شما سنجشی که تو آزمایشگاه سایکولوژی میکنید ممکنه دقیق تر باشه تا اون دیتای نویزی که تو ام آر آی دارین میگیرید. خب اینکه چطور این مپ ها میتواند جریان روانشناسی و مداخلات روانشناختی رو تو دنیا تغییر بده، جریان دانش ما، جریان احاطه ما به بر مغز رو تغییر بده، سوال خیلی خیلی کلیدیه. خب بیاین این اسلاید رو نگاه کنید. یه اسلاید به شما نشون میدن، تصویر به شما نشون میدن، اول این خانم به شما نشون میدن داخل اسکنر، بعد این خانم به شما داخل اسکنر نشون میدن. خب اگه تو آزمایشگاه سایکولوژی از شما بپرسن ببین تو خانم چه فرقی وجود داره، خب اکثر شما اگه ده تا چند ثانیه به شما نشون بدن نمیتونید بگین چه فرقی بین دو خانم وجود داره. تفاوتی که وجود داره تو اندازه مردمکاشونه. یکی از تصاویر اندازه مردمک توش بزرگتره. خب جالبه که اکثر آدم‌ها تو فضای آزمایشگاه سایکولوژی وقتی بهش نشون میدید هیچ فرقی بین اینها قائل نمیشن. خب ولی وقتی همین تصاویر تو ام آر آی به افراد نشون میدین، خب و این چیز این در واقع حالت، این دوتا حالتی که خانم های مردمه که باز و مردمه که بسته دارن، بازم از فرد از اسکنر میاد بیرون میگین دوتا حالت چه فرقی با هم داشت، میگه چیه؟ نفهمیدم چه فرقی با هم داشت، فرق میکرد فرق نمیکرد. اما دیدن وقتی که شما تصویری میبینید که مردمه که بازتره، به شکل معنیداری فعالیت ناحیه آمیگدال مغزتون تغییر میکنه تو اسکنر. خب و این شکلیه که هرچی مردمک بزرگتر باشه فعالیت آمیگدال چی میشه؟ بیشتره. چه آمیگدال لفت و چه آمیگدال رایت، مقدار اکتیویتی وقتی که شما بیگ پیوپیل مردمک بزرگ میبینید بیشتره. خب بدون اینکه خودتون بتونید به شکل سابجکتیو ریپورت کنید که واقعا خیلی وقتها میدونید توی مغز انسان نواحی وجود داره که شما از تغییرات عمل کردن نواحی آگاه نیستید و وقتی میخواییم به شکل سلف ریپورت اونها رو ریپورت بکنید ببینید که نمیدونید واقعا چه اتفاقی افتاده. خب کلن ما مقدار کمی از کل اون چیزی که در داخل مغز اتفاق میفته آگاهانه متوجه میشیم و به خاطر همینم هستش که یه وقتایی از ما میپرسن میگن مثلا من وزنم زیاده، دیابتم دارم، کبد چرب دارم، گفتن نمیدونم غذا مثلا شیرینی نخور، میگه میخوام شیرینی نخورم، تو مهمون نشستم شیرینی جلوم بود، آقا یک عالمه مزه شیرینی خوردم، بعدش گفتم عجب با من این همه شیرینی خوردم، این همه شیرینی که من خوردم عواقبش چه خواهد بود؟ ولی میگم من میخواستم شیرینی نخورم، نفهمیدم چرا شیرینی رو خوردم. خب
به خاطر اینکه وقتی شما شیرینی رو میبینید، خیلی از فعالیت های تو مغزتون مربوط به خوردن شیرینی در نواحی از مغزتون اتفاق میفته که اصلا شما از اون نواحی آگاه نیستید. یه جایی از مغزتون فعال میشه که شما خودتون متوجه نمیشید و بعد اون جاها جاهای دیگه روشن میکنه و جاهای دیگه روشن میکنه که اون جاها میبره دست شما رو و شما چیکار میکنید؟ شیرینی ها میخوره. من قرار نیست شیرینی بخورم، شیرینی برای من چیه؟ بعد ولی دارید چیکار میکنید؟ شیرینی ها رو دارید میخورید. خب؟ یعنی بعضی وقتها این نوع روش ها ما کمک میکنه، ما جاهایی از مغز رو میبینیم که چشم آگاهی ما دیدی به اون نواحی نداره. خیلی وقتها وقتی که شما از آدم ها میپرسید که مثلا تو چی میشه، چرا مثلا این خور، میگه آقا من آدم ضعیف و اراده‌ای هستم، ارادم ضعیفه مثلا، بعد میبینید که نه، ما فقط اراده ها رو چون میبینیم فکر میکنیم که ماجرا از اراده است. یعنی خیلی وقتها دانش قبلی ما از عملکردهای انسان ها بر اساس گزارش های شخصی خودشون بوده، ولی خیلی وقتها این گزارش های شخصی راهی به خیلی از